حزب اتحاد سوسیال مسیحی آلمان در واکنش به حمله هفته گذشته در شهر برلین خواستار اخراج مهاجرانی شده است که از طریق دریای مدیترانه خود را به اروپا می‌رسانند. این حزب می‌گوید آلمان نباید سالانه بیش از 200,000 پناهجو بپذیرد. در همین حال آلمان می‌گوید امسال حدود 55,000 پناهجو و مهاجر داوطلب این کشور را ترک کردند. بسیاری از این پناهجویان و مهاجران خطر مرگ را به جان خریدند تا به اروپا و آلمان برسند. کشوری که در سال 2015 درهایش را به روی موج پناهجویان گشوده بود، اما در ماه‌های پایانی سال 2016 سیاست‌های سختگیرانه‌تری در مقابل آنها در پیش گرفت. حالا گروهی از پناهجویان و مهاجران داوطلبانه به کشورشان باز می‌گردند. تعدادشان در مقایسه با سال گذشته تقریباً دو برابر شده و به حدود 55,000 نفر رسیده. آنها کسانی هستند که شرایط لازم برای دریافت پناهندگی را ندارند و یا با درخواست پناهندگیشان موافقت نشده است. این افراد بیشتر از کشورهای آلبانی، صربستان، عراق، کوزوو، افغانستان و ایران هستند. دولت آلمان از بازگشت داوطلبانه این دسته از مهاجران به کشورهایشان استقبال می‌کند. ما تعداد بیشتری متقاضی پناهندگی داریم که همچنین به معنای رد تعداد بیشتری از تقاضاهای پناهندگی است. همیشه ترجیح بر این است که این افراد داوطلبانه کشور را ترک کنند به جای اینکه اخراج شوند. اخراج همیشه آخرین راه حل است. آنها که پیش از اخراج داوطلبانه آلمان را ترک می‌کنند، از کمک‌های مالی دولت این کشور تا سقف 3000 یورو بهره‌مند می‌شوند تا کار و زندگی تازه در کشورشان آغاز کنند. سخنگوی وزارت دارایی آلمان می‌گوید دولت برای تشویق مهاجران به ترک این کشور در سال 2017 150 میلیون یورو بودجه در نظر گرفته است. از سال 2015 میلادی تا کنون بیش از 1,100,000 پناهجو مهاجر از خاورمیانه، آفریقا و دیگر نقاط درگیر جنگ و فقر و بحران اقتصادی خود را به آلمان رساندند. اما نگرانی‌های امنیتی و چالش خو گرفتن این مهاجران با جامعه میزبان سبب شده تا برلین از مواضع قبلیش کمی عقب نشینی کند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های امنیتی آلمان از افزایش تعداد مهاجران و پناهجویان اخراج شده خبر می‌دهد و می‌گوید از ابتدای سال 2016 تا نوامبر این کشور نزدیک به 24,000 پناهجویی که درخواست پناهندگیشان رد شده را اخراج کرده است. همچنین گفته می‌شود دولت آلمان به حدود 20,000 نفر هم در مرزهای این کشور اجازه ورود نداده است. انیس امری که هفته گذشته با زیر گرفتن مردم در یک بازارچه کریسمس 12 نفر را کشت، در میان موج پناهجویان خود را به آلمان رسانده بود و هرچند درخواست پناهندگیش رد شده بود، اما همچنان در این کشور زندگی می‌کرد. این حمله موج انتقادات به سیاست‌های مهاجرتی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را افزایش داد. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا.